سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ خوب هستید؟ ویدیوهای من رو نگاه میکنید، کامنت بذارید برام، حتما انتقاد پیشنهاد چیزی دارید بگید که همینجور با هم پیشرفت کنیم. اگر هم یه خورده زمان بین ارسال ویدیوها طول میکشه یه مقدار دیگه ببخشه، چون یه خورده من کلاس حضوری هم دارم و یه خورده وقتم کم شده، تایم کمی دارم، ولی من سعی میکنم که ویدیوها رو سر موقع براتون بذارم. امروز میخوام بهتون بینی رو بگم. البته بینی رو تو ویدیو قبل کامل توضیح دادم، این دفعه میخوام بینی رو بکشیم همراه با سایه زدنش. و سایه زدنش هم با چی؟ با خودکار. بریم با هم انجامش بدیم. بینی هم بذاری ببینم چه مدل بینی رو میتونم انتخاب کنم که بکشی با هم. خب یه بینی تمام رخ میکشیم. یه خورده نوک بینی رو به سمت پایین باشه. خطش هم مشخص میکنم تا اینجا. نوک بینی باید بیاد پایین تر. اگر یادتون باشه دیگه اینا رو دایره ای میکشیدیم. وقتی نوک بینی بیاد به سمت پایین، مشخصه که ما داریم از بالا به بینی نگاه میکنیم. بره های بینی رو هم دایره هاش رو بالاتر میکشن. یکی این بر، یکی هم این بر. ارتفاع بینی هم که دیگه یه خورده میاد پایین تر از اینجا شروع میشه. یاد اینجا ها اینا میره به سمت ابرو، اینها میره به سمت ابرو. اینجا میاد قشنگ به این وست میشه، این هم همینطور. این دوتا هم میره میشون به سمت داخل. دیگه ذره ذره درستش میکنم. نوک بینیش مثلا الان خیلی گرد هست، ما باید درستش کنیم که اینطوری نباشه. میام اینجوری میارمش داخل، یه قوس این بر، یه قوس هم این بر. کارمو بچرخونم بهتره. بچه حتما تقارن داشته باشه، این کج نشه. بعد این هم میارم بالا، اینجا رو میتونم یه خورده سافت باشه، صاف باشه این خطه. برمیگرده به سمت داخل، اینجا هم همینطور. برمیگرده به سمت داخل. حالا اضافی ها رو پاک میکنم، این خط وسطیه، خط دوروبرش. این صورت اینجا هم که مشخص کردی، اینجا هم همینطور. فقط اینجا دیگه خواستید سایه بزنید، یه خورده باید دایره‌ای تر باشه یا گردتر باشه. خطاتونم کمرنگ کنید، چون دیگه میخوام با خودکار سایه بزنیم. دو تا خط هم از اینجا میاد برای خط لبخند، حالا بهش بگن، یا سنش اگر بالا باشه دیگه این خط ها داره صورتشون. این قسمت هم برای این دوتا میشه. خب خودکار آبیتون رو بردارید. یه دستمال کاغذی هم همیشه کنارتون باشه، یا تیکه کاغذی همراهتون باشه، تمیز کنید. چون جوهر پس میده یه موقع،
سریع بتونید تمیزش کنید. یه تیکه کوچولو دستمال کاغذی کافیه. اینجوری مثلا تمیزش کنید. ببینید خودکارتون حتما تمیز کنید که جوهر پس نده کارتون بد بشه. میام از همین پایینه شروع میکنم. سایش از این بر هست، از این قسمت سایه خوردن. اگر دقت کنم بذارید اینجوری میشه سایه. از همین زیره میام، اینجا رو خطش رو میزنیم. میشه مرز پایینه، چون این سایش میاد به سمت پایین اینجاها کامل تیره میشه. اینجا هم میتونیم حالا یه خورده آبیشو کمتر کنیم، این قسمت بیشتره. به این صورت قشنگ. من اگر ویدیو رو استوب میکنم بچه به خاطر اینکه سر صدا زیاده، نمیخوام حالا صدامو، میخوام صدامو راحت تر بشنوید. خب اینجا هم همینطور سایش بیشتره. آشوری بزنید اول. پس اول زمینه رو میزنم، سایه زیر بینی رو، بعد دیگه میبریمش به سمت بالا. این خط هم که اینجوری مشخصش کردیم میاد اینجا. یکی هم میخورده آبی بکنم اینا. این قسمته سایه میخوره. ببینیم با خط مشخص میکنیم، مثلا نمیخواد حالا ظریف سایه بزنید. این برا همینطوری هست، بچرخونید کارتون رو که راحتر بتونید سایه بزنید. من با خطوط اینجا هم اینا رو اینجوری حرکت میدم به سمت پایین. دیگه یه خورده هم اینو بیارش برتر که اینجوری مشخص بشه. اینا هم اینجوری پرتابشو میکنم به سمت پایین. خود این هم یه خورده آبی تر بشه، میاد اینجا ها. این هم میاد اینجا. این خطه دیگه کاری بهش نداریم. اینجا ها اینجوری قشنگ به صورت هاشوری حرکت میدم اینا رو به سمت بالا.
اینجا هم برآمدگی داره، یه حالتی قشنگ اینجاها رو میزنم، با اینکه میام کوچکتر میشن. میتونید خطی هم بزنید. اینطوری اینم از این نوک بینی هم اینجوری میاد. بزن این بر رو بزنیم، بعد میایم این قسمت نوک بینی رو درست میکنم. اینجا تیره هست، میام به هم وصلشون میکنم. کمرنگ اول بچه ها بزنید، بعد خواستید تونوژ رنگ آبی رو بیشتر کنید، همون اول این کار رو انجام ندید. این هم از این بریم فرستم بیاد، یه خورده هم از اینجا رو هم جوری میفرستیم بیاد داخل. این سایه این هم اینجوری میاد اینجا بالاتر، این رو اینجوری میزنم. هم باید بچرخونیم کارو که بهتر بتونیم رنگش کنیم یا حالا سایه بزنیم، چون دستمون میفته داخل قوسه. اینجا ها میاد بالاتر، بیشتر میشه تیرگیمون، میارمش بالا. ببینید با خودکاری خورده به محیط کوچولو سخته، باید دقت کنید. این هم میارم این بر، بعد پخشش میکنم به سمت بالا. خورده بیشتر بیاریدش بالا، نه ترسید. سمت راست که میایم کمتر میشه تیرگیمون، پهنای تیرگیمون هم کمتر میشه این سمتی که میایم. چرا؟ چون نور هست، سمت راستش بیشتر هست. اینجا مثلا بیشتر میشه، باز هم میچرخونم. دقت کرده باشید من دارم همش کارو میچرخونم. این هم میادی سره این برتر دیگه. این قسمت هم یه ذره میبریم بالاتر،
که این حجمش مشخص بشه. اینجا هم مخالفش این 90 درجه ایش. میام این بر اینجوری بزنید، بعد اینجا میتونید به سمت پایینم ببرید خورده. از این میخورده اینجا ها تیرگیش رو افزایش میدم. همینجور آبی میزنیم، افزایش پیدا کنید توناژ تیرگیه. یه خورده همینو میارم این برتر تا اینجاها اینطوری خیلی داره قشنگ میشه. رو خودش هم میتونیم حالا چند تا به فرسی بیاد این بر یک کوچولو این هم میفرسی بیاد بالاتر. اینجا ها رو میخورده اینطوری بکنیم که این قشنگ مشخص بشه. چطوره حجمش رو قشنگ الان مشخص شد، از جهت نور هم که مشخص شد. بعد دیگه اینجا هم که درستش کردیم قسمت پوستش، میتونید اینجا هم اینجوری بزنید به سمت بیرون اینجوری حرکت بدید دستتون رو، اینجا هم اینجوری حرکت کنید. اینجا هم اون قطیرگی رو بیشتر میکنم. اینجا هم اون قطیرگی رو بیشتر میکنیم و حرکت میدیم به سمت بالا. یه خورده هم اینا رو اینجوری بفرستیم داخل کوچولو. این چطوری میشه؟ فرمش به این شکل شد. اینم بعدی خورده من
تیرگیش رو افزایش بدم. فشار دستم رو بیشتر میکنم. یه خورده این هم که زدیم این هم یه خورده میاریم پایین تر جاده تر میشه. میتونید این آبی رو هم افزایش بدید. دست خودتون هر چقدر بیشتر روش کار کنید جذابتر و طبیعی تر میشه. ما هدفمون فقط همین بود که یه حجمی بهش بدیم. ببینید خیلی کم رنگ دارم این خودکار رو میکشم. خط وسطی هم پاکش کنیم که دیگه چیزی نداره برام. اینم که از این شد یک بینی با هم طرحش رو زدیم با مداد، بعد اومدیم درستش کردیم با خودکارم سایه زدیم. خب بچه ها امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و بتونید مطالب مفیدی رو یاد بگیرید. خیلی از دوستان عاشق هنر و طراحی هستن ولی نمیتونن برن کلاس. حالا ما سعی میکنیم تا جایی که بتونیم مطالب مفید در مورد طراحی، حالا طراحی چهره، خودکار، هر چیزی که باشه بذاریم توی کانال و اینجا شما باید حمایت کنید از ما. حالا به چه صورت؟ میتونید سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید، یا اینکه دکمه زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیویی ما گذاشتیم داخل کانالمون نوتیفیکیشنش برای شما ارسال بشه تا سریع مطلع بشید. توی این اینستاگرام هم که پیج دارم میتونید اونجا هم کارهامو ببینید. اکثرا کار سفارشاتمو انجام میدم یا کارهای هنرجوهامو قرار میدم. سوالی هم داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید یا داخل این اینستاگرام برام توی دایرکت بفرستید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.